درود بر شما. دهم آبان ماه 1398 خورشیدی و یکم نوامبر 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به آنچه در عراق و لبنان میگذره، با تمرکز بر نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران این دو کشور، بلایی که سر این دو کشور آورده. بذارین از عراق، من اومدم بگم پرده آخرم حتما خواهیم داشت آخر برنامه که دیگه نمیدونم چی شد یهویی موزیک اومد بالا. بذارین از عراق شروع کنیم. گرچه حضور جمهوری اسلامی در لبنان میدانید که سابقه بیشتری داره و به یکی دو سال بعد از انقلاب 57 برمیگرده و تشکیل حزب الله و اینها. بذارین از همسایه بغلی شروع کنیم. در نخستین سالگشت دولت عادل عبدالمهدی، ایشون نخست وزیر فعلی عراق، نخست وزیر عراق، روز نهم مهر 98 بود نخستین سالگشت نخست وزیریش، دور جدید اعتراضات در عراق شروع شد و تا امروز میگن بیش از 70 کشته و 400 زخمی داشته. نمیدونم آمارها از کشته شده های عراق که میرسه چقدر درست و دقیقه. این نارامی های عراق مال همین یکی دو هفته و یکی دو ماه نیست. دو بار دست کم عراق در 6 سال گذشته با آستانه انفجار رسیده، هر بار علیه فساد حکومتی، فقر معیشتی و هرچه نزدیکتر آمدیم شعارها علیه جمهوری اسلامی ایران هم بیشتر شده. جمهوری اسلامی سعی میکنه انکار کنه که مردم و به ویژه جوانان عراق چشم دیدن جمهوری اسلامی رو ندارند، خیلی از بدبختیاشون از جمهوری اسلامی میدونن و علیه شعار میدن، پرچمش آتیش میزنن و ویدیوهای آتیش زدن پرچم جمهوری اسلامی رو که همین چند روز پیش تو چند شهر عراق اتفاق افتاد، رسانه های جمهوری اسلامی میگن مربوط به سوریه است. قبول نیست، قاطی نکنین با عراق. بعضی هاشون میگن مال عراق هست اما پارساله، امسال نیست. پارسال هم همین بیان خشم مردم و جوانای عراق و علیه جمهوری اسلامی دیدیم. اینجا بصره است، درست 1 سال پیش. واقعیت این است که عراق برای مقابله با فقر اقتصادی و فساد حاکمان به ویژه شورش کرده و دست کم بخش‌هایی از مردم عراق یکی از دلایل اصلی این فساد حاکم رو حضور جمهوری اسلامی ایران در سیاست حاکم بر عراق و حضور شبه نظامیان جمهوری اسلامی وابسته به سپاه قدس، نیروی قدس در عراق می‌بینن، مخصوصا تو شهرهای مذهبی شیعه. تو کربلا پرچم عراق و بالای کنسولگری جمهوری اسلامی نصب کردن. مسئولان جمهوری اسلامی گفتند بالای در پشتی کنسولگری نصب کردند جوانای عراقی پرچم عراق رو به جای پرچم جمهوری اسلامی، چون در پشتی بوده پس قبول نیست. این هم قبول نیست. سرکنسول ایران در کربلا اعلام کرده تصویرهای بالا کشیدن پرچم عراق بر فراز کنسولگری در عراق به پشت این ساختمان ربط دارد و معترضان عراقی تنها در پشت ساختمان پرچم عراق را آویختند و به ساختمان کنسولگری ایران آسیبی نرساندند. ببینید، من نمیدونم بگم قانونن یا بگم حقوقن، به قول علما باید بگم که سوزوندن پرچم هر کشوری مورد تأیید نه آمریکاست
نه صدای آمریکاست، نه به هر حال روزنامه نگاران به طور کلی، فقط ما گزارش میکنیم و بنابراین اگر به کسایی بر میخوره از جمله به اذناب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران، خب چیکار کنیم دیگه این رویدادهایی است که اتفاق افتاده و ما داریم پخش میکنیم، پرچم جمهوری اسلامی هم آتیش میزنن و فیلماشو پخش میکنیم و اگه بر میخوره خب چیکار کنیم بخوره. از سال 2003 که حکومت صدام حسین در عراق سرنگون شد 16 سال میگذره. باورتون میشه تو همه این 16 سال فقط چند نفر بر عراق حکومت کردن و همچنان اسم این آدما مطرحه، انگار هیچکی دیگه نیست در این انبوه احزاب و دستبندی هایی که در عراق هست. چند نفر؟ عیاد علاوی، ابراهیم جعفری، نوری المالکی، مقتدی اسد، عادل عبدالمهدی و یکی دوتا دیگه، همشون کم و بیش با جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارن. بعضی هاشون خیلی نزدیکترن مثل نوری المالکی و شاید تنها یه نفر از اینا سعی کرد مستقل از جمهوری اسلامی عمل کنه، عیاد علاوی بود که در دولت عادل عبدالمهدی در همین دولت هم یکم معاونای نخست وزیره. نخست وزیران عراق ببینید کیا بودن از سال 2004 تا حالا، یعنی از زمان 2003 بود که آمریکا حمله کرد به عراق برای سرنگونی صدام و از 2004 بگیریم از زمان استقرار دولت مستقل عراق، اگه بشه همچین چیزی گفت در دولت عراق، نخست وزیرا کیا بودن؟ عیاد علاوی که به تکنوکرات معروف بود و هست و طرفدار حکومت عرفی و مخالف انحلال حزب بعث عراق و ارتش عراق، که میگه ما سازمان رو نباید دست بدیم. خلاصه ابراهیم جعفری از حزب الدعوه نزدیک به جمهوری اسلامی یک سال نخست وزیر بود، عیاد علاوی هم یک سال. نوری المالکی بعد از ابراهیم جعفری از حزب الدعوه بازم نزدیکتر از بقیه به جمهوری اسلامی، 8 سال 2 دوره پشت هم، عکسای قاسم سلیمانی هست که رفته تو خونه نوری المالکی با زن و بچه و اینا نشستن عکس گرفتن فلان کردن، یه همچین رابطه نزدیکی نوری المالکی داره با، حالا شاید اون عکس هم ببینین باری. و بعد حیدر العبادی از حزب الدعوه نزدیک به جمهوری اسلامی 4 سال 1 دوره. هر ستای اینایی که عرض کردم این آخری ها، یعنی در طی 10 سال، درسته؟ 4 سال، 8 سال، 12 سال، 13 سال، حزب الدعوه حاکم بوده است در مجلس، در دولت عراق، در واقع همه کاره حکومت عراق، چون اونجا نخست وزیر است که همه کاره است در واقع. حالا مجلس اعلای انقلاب اسلامی ایران حاکمه، از یک سال پیش تا حالا عادل عبدالمهدی معاون دبیر کل مجلس اعلای انقلاب اسلامی است که در ایران تشکیل شد، این مجلس یعنی در جمهوری اسلامی ایران. ببینین اولین تظاهرات مردمی فراگیر مردم عراق علیه دولت نوری المالکی 6.5 سال پیش، 1 سال بعد از تظاهراتی که عمدتا عشایر سنی بودند، اون موقع داعش از شمال سوریه وارد عراق شد و یک ائتلاف سراسری ناگزیر در داخل و خارج عراق برای شکست دادن داعش به وجود اومد. جمهوری اسلامی نیرو فرستاد به بخش‌های شیعه نشین عراق در آغاز این جنگ علیه داعش، عمدتا در مرکز و جنوب، و تا حدودی هم تونست مسلط بشه تو این مناطق. اون قسمت قرمز نارنجی که می‌بینین اونجایی است که داعش تا اون مناطق اومده بود. به هر حال جمهوری اسلامی در به جنوب و مرکز هم یک مقداری بود و از اون فرصت حضور داعش در عراق استفاده کرد، چون جنوب اصلا داعش نرفته بود. به هر حال به اونجاها نیرو فرستاد، بعد الگوی بسیج و سپاه رو به اسم هشت الشعبی پیاده کرد که تو همه مناطق شیعه و سنی پراکندن و تو همین درگیری ها و سرکوب و تظاهرات هر جا خشونتی می شود جای پای هشت الشعبی و بقیه مزدورای جمهوری اسلامی رو میبینیم در عراق. جمهوری اسلامی نمیخواد کنترل اوضاع سیاسی عراق از دستش خارج بشه، همین
سه‌شنبه هفتم آبان نقابدارها دست کم 30 نفر رو در کربلا کشتن. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد روایات متفاوت و ناهمخوانی از حمله کربلا وجود دارد و علت حمله معلوم نیست. شاهدان عینی به این خبرگزاری گفتند که مردان مسلح نقابدار پلیس ضد شورش، نیروهای ویژه یا شبه نظامیان مرتبط با ایران بودند. معترضان گفتند که سربازان در اطراف محل تحصن، چون تحصن کرده بودند مردم، در اطراف محل تحصن سربازان مستقر بودند، اما بعد از شروع تیراندازی و شلیک گاز اشکاور توسط مردان مسلح عقب نشینی کردند. مهم اینه که تو کربلا بیش از شهرهای دیگه عراق شعارها علیه جمهوری اسلامی، آتش زدن شمایل آقا امام خامنه ای رو میبینیم، خامنه ای و قاسم سلیمانی رو، خمینی رو، هر جا بتونن تصویر خامنه ای و پرچم جمهوری اسلامی رو آتش میزنن و شعار علیه به ویژه قیس خزعلی که در اونجا نفوذ داره، مثلا بین شیعیان تندروش، قیس خزعلی رهبر اصحاب اهل حق، شعار میدن علیهش. ایرانیایی که ازوید این قاسم سلیمانی قیس خزعلی رو ببینیم، بله در عراق اینکس، البته قیس خزعلی همیشه هم ایرانه و با خامنه ای و نشست و برخواستایی که داره رو بعدا در برای جزئیاتش صحبت میکنیم. ایرانیایی که در حال سرکوب تظاهرات عراقی ها هستن، بذاریم من اینجوری بگم، اینا از مریخ نیومدن، اینا ایرانیایی هستن که مزدور جمهوری اسلامی هستن و رفتن در عراق، بسیج، سپاه، فلان. هر روز یه عده‌شون گرفتار جوانای عراقی میشن، هر روز یه ویدیو تو شبکه اجتماعی میبینیم که از این مزدورا و کارتای شناساییشون منتشر میشه. و بعد اینا در کنار قضیه به قول جمهوری اسلامی، اینا مستشارهای جمهوری اسلامی تو عراق، جمهوری اسلامی یعنی یه مش قاتل و واقعا وحشی و مزدور میفرسته. و در کنار اینا که اساس آن چیزی است که سرمایه گذاری کرده جمهوری اسلامی در عراق، اون نیروهای مزدور محلیش هستن که به کار میگیره و که هر جور شده سرکوب بکنن این تظاهرات و اعتراضات در عراق. يرمي على العالم باوه، يرمي عدل على العالم باوه. هذا الثاني واقف فوق السطح يرمي على العالم. ببینید یاد سال 88 میفتین دیگه که از رو پشتمون تیراندازی میکردن مستقیم به جوانای دستخالی تظاهرات. این ویدیویی هم که دیدین افراد اصحاب اهل حق در میسان عراق بودن که درست مثل صحنه‌هایی که در سال 88 در ایران دیدیم، دارن جوانای مردمو که دست خالی تظاهرات میکنن میکشن. برای چی جمهوری اسلامی صدها میلیون دلار و به گفته یکی از مقامات دولت آمریکا، آقای هوک از مقامات وزارت خارجه آمریکا، که روز پنجشنبه دیروز گفت که 16 میلیارد دلار جمهوری اسلامی در سوریه و عراق خرج کرده، تو این چند سال اخیر برای چی اینقدر جمهوری اسلامی خرج کرده تو عراق؟ هم مزدور پروری، هم نمیدونم این طلا سازی شهرهای مقدس زریح، برای اینکه وسیله راحتی زائران کربلا و نجف و نمیدونم سامرا و کاظمین و اینا رو مثلا فراهم کنه، یا مثلا مزار امامان شیعه رو خوشگل بکنه، با شکوه بکنه، طلا بزنه، از این کارا بکنه. هر آدم ساده دلی فقط با اشاره به 40 میفهمه که برای جمهوری اسلامی عراق یک وسیله است تا بتونه بر جهان اسلام به قول خودش چیره بشه، حاکم بشه. عربستان سعودی به دلیل داشتن کعبه و مراسم حج مرکزیت بیبدیل مسلمان ها رو هم از شیعه و سنی داره. جمهوری اسلامی وقتی نمیتونه، و بارها گفته که ما باید حاکم بشیم، اینایی که حاکمن بر حج، بر کعبه، بر اینها لایق نیستن، بارها خامنه ای اینو گفته. خب جمهوری اسلامی وقتی نمیتونه مکه رو از دست آل سعود به قول خودش
در بیاره سعی میکنه با مراسم اربعین باور کنین جای حتی مراسم حج رو بگیره. بزرگترین تجمع مذهبی جهان در کربلا. در اربعین شهادت امام حسین علیه السلام حدود 20 میلیون زائر عزادار سرور آزادگان جهان از عراق و 60 کشور جهان که از روزها قبل با پای پیاده به سمت کربلا روانه شده بودند امروز حرم حسین مظلوم را در حلقه اشک و عزا گرفتند. امسال ایرانیان قوغا کردند در جاده نجف و کربلا. این بخش خبریش بود برای آدمای عادی به اصطلاح. بخش دیگه‌اش که تئوریزه کردن این همین مفهومه با تئوریسیناش دیگه. ببین این جرقه بود، اگه درست این جرقه رو باید جهانیش کنیم، از این جرقه انقلاب میاد بیرون. اصلا انقلاب ما، انقلاب اربعین، انقلاب امام حسین بود. لبنان ضرباتی که به اسرائیلیا خورد از امام حسین بود. انتفاضه فلسطین الهام از حزب الله لبنان بود، کار امام حسین بود. قضایای عراق و سوریه همینطوره. امام حسین آقا داره دنیا رو به هم می‌ریزه. ببینین یک لحظه از صدور انقلاب کوتاه نمیتونه بیاد، یعنی کشورگشایی جمهوری اسلامی، البته نه با اشغال نظامی که توانشو نداره، بس اگه داشت میکرد، با مزدور پروری از بین گروه های شیعه و بعد تاثیرگذاری رو حکومت های محلی و بعد اگه شد تشکیل نیروهای بسیج و سپاه مثل اون چیزی که در عراق و لبنان انجام داده. درباره همین رویدادهای عراق و لبنان، بالاخره رهبر مسلمانان جهان آقا امام خامنه ای چهارشنبه همین دو روز پیش سخنرانی فرمودند و نظرشون رو اعلام کردند. گفتند که آنچه در عراق و لبنان جریان داره کار آمریکا و انگلیس و کلا غربه. همه حرفایی که درباره اعتراضای خیابونی میلیون ها نفر جلوی چشم دنیا تظاهرات در ایران میکنن سال 88 و سال 96، الان که تو بود عراق صحنه‌های مثل آدم فقط و فقط یاد انقلاب بهمن 57 میفته. بعد اینا کار انگلیس و آمریکاست. تو نمیدونم انقلاب 57 کاری کی بود. دشمن توطئه میکنه. پس میدان، ببینین این خیلی مهمه که وقتی میگه دشمن داره توطئه میکنه، بنابراین اینجا میدان جنگ با دشمنه. یعنی مردم معترض تو خیابون میلیون میلیون هم باشن، اینا دشمنن، باید بریزیم سرشون، بگیریم، ببندیم، بکشیم، شکستشون بدیم. این مردم دشمنن. اولویت باید سرکوب باشد و به زبان امام خامنه ای علاج ناامنی. قدرت های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس های اطلاعاتی غربی با پشتوانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا میکنن در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما و کشورهای این منطقه. من همینجا از فرصت استفاده کنم به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان که درگیر مشکلاتند، از همینجا بگم اولویتشون علاج ناامنیست. برای کشور عزیز ما هم از این فکر را کرده بودند، خوشبختانه ملت به موقع به میدان آمد و هوشیار بود و نیروهای مسلح هم حضور داشتند و خونسا شد و این علاج برای همه کشورهایی که دچار این مشکل هستند وجود دارد. فساد ساختاری حکومت عراق رو نباید درمان کرد. فقر معیشتی مردم که 16 سال وضعشون عوض نشده و بسا بدتر شده نباید بهش پرداخت. اینا دلیل نیست. سرکوب باید کرد. ناامنی به قول خودش. امنیت به وجود آورد. یعنی یک راه حل مستقیما فاشیستی، ضربتی به اونا داره توصیه میکنه. بعد حتی به ارتش جمهوری اسلامی میگه شما باید خودتون رو برای مقابله با اعتراضات مردم ایران آماده کنین. ارتش که مثلا وظیفش ارتش این نه سپاه، وظیفش حفظ مرزهاست. میگه شما باید
میگه شما باید خودتون رو در برابر فتنه در بیان آقا آماده کنید. اون چیزی هم که مخصوص نیروهای مسلح و نیروهای حافظ امنیته در این زمینه این است که مراقب با فتنه باشند، مراقب فتنه باشند. در قرآن یک جا می‌فرماید الفتنه تو اشد من القتل، یک جا می‌فرماید الفتنه تو اکبر من القتل. اشد یعنی سخت‌تر، اکبر یعنی بزرگتر. کشتار چیز بدی است، نامطلوبه، اما فتنه از او بدتره. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ امنیت هستند آرایش لازم رو، نظم لازم رو برای مقابله با فتنه هم بگیرن، آمادگی های خودشون رو برای فتنه هم بایستی حفظ بکنن. ببینین خامنه ای داره در دانشگاه افسر خیلی باید احساس خطر بکنه که داره این حرفا رو میزنه الان، چون داره در دانشگاه افسری ارتش صحبت میکنه. عرض کردم نه با سپاهی ها یا بسیجی ها، با ارتشی ها داره حرف میزنه، این حرف رو میزنه. به هر حال نمیدونم، ظاهرا بوهای خوبی داره میاد که این حرف رو داره میزنه. به هر حال با این وجود، با توجه به توصیه هایی که به دوستانش در قدرت در عراق و لبنان کرد که سرکوب کنین، عراق به نظر میاد که راه خودشو میره. برهم صالح رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه 9 آبان ماه گفت باید با کسانی که با معترضان مقابله میکنن برخورد شود و هیچ راه حل امنیتی در این زمینه وجود ندارد. یعنی درست جواب خامنه‌ای رو داد که آقا راه حل امنیتی وجود نداره. مزدورای جمهوری اسلامی هرچند که خیلی وحشیان، ولی عرض کردم از نظر سیاسی تلاش میکنه که راه خودشو بره عراق، حالا بیشتر در جزئیات صحبت میکنیم. وحشیگری جمهوری اسلامی واقعا بیش از آن است که بشود تصور کرد. مزدوران خامنه ای به طور مستقیم یه قسمت از ویدیویی رو ببینید که در اعلام وفاداری به خامنه ای منتشر کردن و در شبکه اجتماعی فراوان هست. نحن الشيعة علي ابن أبي طالب ننتزل لكلمتين من لسان السيد القائد المفدى، ما بدنا إعلان الجهاد، كلمتين بس. والله لنقاتلنكم ولنذبحنكم ولنسلبنكم ولنجري أنهارا من دمائكم ونبني حصوننا من جماجمكم. نحن قوة. رهبر حرکت النجبا در عراق که از گروه های مزدور جمهوری اسلامی در عراق است میگه اصلا ما به مرزهای زمینی اعتقادی نداریم، ما به ولایت آقا امام خامنه ای معتقدیم و با بیش از 140 کشور مقابله میکنیم. عزیز جعفری از فرماندهان سپاه، فرمانده سابق کل سپاه. باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. این هسته های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه تشکیل شده و نتیجه اون را مردم منطقه دیدن. در بسیاری از کشورهای دیگه جهان هم حلقه های کوچکتر این مقاومت تشکیل شده و انشاءالله در آینده های نزدیک به صورت پی در پی شاهد نقش آفرینی این بسیج جهانی انشالله خواهیم. این حلقه های مسلحانه و به قول خودشون بسیج جهانی اسلام نتیجه شده آنچه امروز در عراق میبینیم. ببینیم یکی از صحنه هاشو. Come on.
برهم صالح که روز پنجشنبه 9 آبان در سخنرانی تلویزیونی عرض کردم جواب خامنه‌ای رو در واقع داد، خامنه ای را در واقع داد، گفت من یک دو تا موضوعشو صحبتشو بگم که مهمه، بعد بریم سراغ مهمان محترم برنامه. گفت نخست وزیر عراق از گروه های سیاسی عراق خواسته است که جانشینشون انتخاب کنن و بنابراین نخست وزیر عراق میخواد استعفا بده، عادل عبدالمهدی و رئیس جمهور برهم صالح اعلام کرده است اینو و رئیس جمهور عراق میگوید پارلمان عراق باید اولین نهادی باشد که خواستهای مردم معترض را پیگیری کند و میدونید که همین دوشنبه ششم آبان مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون به اصطلاح اعلام کرد که باید انتخابات پارلمانی زودرس برگزار بشه و عادل عبدالمهدی کنار بره و ائتلاف سائرون رهبرش همین مقتدی صدر تو انتخابات پارسال پارلمانی عراق بیشترین کرسی ها رو به دست آورد و در نتیجه رأیش در روی کار اومدن عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، همین نخست وزیری که میخواد استعفا بده، بسیار اهمیت داشت و رئیس جمهور عراق در سخنرانی پنجشنبه در ضمن تاکید کرد که وضعیت فعلی عراق غیر قابل قبول است، نیازمند اصلاحات فوری است و گفت با گفتگوی ملی باید مشکلات رو حل کرد. آقای حسن دایی سلام عرض می کنم، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. خوشحالم که باز شما رو در برنامه صفحه آخر داریم با یک موضوع بسیار بسیار مهم با اوضاع خطرناک فعلی عراق. آقای دایی، من کوتاه ازتون میپرسم و جواب دقیق خواهش می‌کنم، بفرمایید. منظورم اینه که جزئیات رو بگید که جمهوری اسلامی ایران در عراق چه کار است؟ عرض کنم همونطور که اشاره کردید بیدلیل نیست که مردم عراق، بخش های شیعه نشین که قیام کردن، به مراکز هشت شعبی و گروه های وابسته به جمهوری اسلامی حمله میکنن، عکس های قاسم سلیمانی و خامنه ای رو آتش میزنن، میدونن با کی طرفن، چون یک سیستم واقعا سیستمی درست کرده جمهوری اسلامی در اونجا، گروه های شبه نظامی مافیایی فاسد رو حاکم کرده که مانع رشد و ترقی در جامعه عراق و فقر و فساد رو حاکم کرده. ولی واقعش اینه که قبل از این که بریم، من کوتاه بگم که ببینید آقای فلاحتی، ما بارها صحبت کردیم نفوذ جمهوری اسلامی، حالا چه در لبنان باشه، سوریه، عراق، یمن یا غرب افغانستان و جاهای دیگه، یک نفوذ معمولی نیست که کشوری با همسایگان و دیگه کشورها داره، مثلا بر اساس روابط اقتصادی، منافع مشترک اقتصادی، علایق و مشترکات فرهنگی باشه یا زبانی باشه، نه خیر، اصلا دنبال این منافع نیست. با استفاده از گروه های مسلح و بنیادگرای اسلامی سعی میکنه در این کشورها با استفاده از زور و به اصطلاح باجدهی و خرج پول حاکم بشه. حالا برگردیم به خود عراق، ببینیم این متحدین جمهوری اسلامی، یعنی همین باندهایی که به بخشی شما اشاره کردید، اینا کیان و چطور تونستن حاکم بشن به این وضعیت کنونی رسیدیم؟ واقعش اینه که عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهم بوده از روز اول. در همون سال 1382 ایرانی، 62 ایرانی یا 1983 اومدن همینطور که اشاره کردید مجلس اعلا رو درست کردن. مجلس اعلا به دستور خمینی در تهران تشکیل شد، یه سری روحانیون عراقی ایرانی بودن، منشورش رو خامنه ای نوشت که اون موقع رئیس جمهور بود، اولین رئیسش آیت الله هاشمی شاهرودی بود که به اصطلاح رئیس قوه قضاییه شد در ایران، بعد آیت الله حکیم آوردن، بعد اومدن یه شاخ، اینش مهمه که این بخش سیاسی بود، مثلا یه شاخه نظامی درست کردن، تیپ بدر، اینو سپاه درست کرد که اسمشو بعدا گذاشتن سپاه بدر، که در امروز عراق نقش بسیار مهمی داره، که هادی عامری و ابو مهدی مهندس از فرماندهانش بودن که مهمتر از همه همین دوتا هستن. اومدن یک سری از اسرای جنگی عراقی هم قاطیشون کردن، به اصطلاح تیپ بدر و سپاه بدر درست کرد. در سال 2002 موقعی که آمریکا می‌خواست حمله کنه به عراق و جمهوری اسلامی خبردار شده بود،
اومدن یه تحول بنیادی ایجاد کردن. این ابو مهدی مهندس که فرمانده کل سپاه بعد رو بهش مأموریت عملیات ویژه در عراق دادن، چون از همون موقع میدونستن آمریکا به عراق میره، میخواستن اونجا رو باتلاق آمریکا بکنن و قدرت رو بگیرن. برای تشکیل گروه‌های مسلح در داخل عراق این مسئولیت گرفت. هادی عامری شد رئیس سازمان، رئیس تیپ بعد یا سازمان بعد. وقتی که صدام سعودچه، چون این حکومت دیکتاتوری بود و هیچ حزب و دسته دموکراتیک هم در این کشور نبود، جمهوری اسلامی تونست با استفاده از دو تا به اصطلاح پایه، یکی حزب و دعوهی که در زمان صدام همه شیعیان بودن می جنگیدن مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن در ایران بودن، یکی هم همین بدری ها و مجلس اعلایی ها، تونست در اونجا در دولت نفوذ بکنه. دوم آمد با استفاده همین ابو مهدی مهندس گروه های مسلح درست که حتی از سنی ها مثل ابو مصعب زرقاوی که در حقیقت بنیانگذار القاعده در عراق که بعدا داعش شد، همین ابو مهدی مهندس ها حمایت میکردن. از افغانستان، از ایران میبردن میرفتن به عراق و تحت حمایت نظامی سپاه بودن. اما چطور این گروه های مسلح که واقعش در داخل عراق محبوبیتی در داخل مردم نداشتن، که درست فقدان احزاب و دستجات بود، چطور نتونستن از 2003 تا کنون یا در 16 سال گذشته حاکم بشن؟ ببینید، یه چیزی که در مورد کشور خودمون هست، ما فکر میکنیم خمینی و داردستش اومدن در ایران و بالاخره مردم هم فریب خوردن و حاکم شدن. یادمون رفته که در دهه اول انقلاب برای اینکه بتونن قدرت رو بگیرن، یک نسل از فعالین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مدنی همه رو کشتن. همه رو، ده ها هزار نفر کشتن، صد ها هزار نفر رو آواره کردن، ده ها هزار نفر به زندان بردن، شکنجه کردن، واقعا یه نسل رو سوزوندن. از 2003 تا کنون این گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در رأس سپاه بعد و گروه هایی که ابو مهدی مهندس بعدا درست کرد، اصائب و کتائب و اینا که نزدیک 50 گروه هم، اینها نسل کشی کردن. ببینید، در انتخابات سال 2010 عراق عیاد علوی که شما اشاره کردید نفر اول شد، مخالف جمهوری اسلامی بود، شیعه هم بود. این کجاست الان؟ کجا رفتن این دستجات؟ ترور کردن، کشتن، سرکوب کردن یک نسل. عیاد علوی الان معاونه جان؟ فکر نمی کنم داخل عراق باشن. والا عنوانش معاون سوم نخست وزیر عراق، من نمیدونم، ولی میدونم احزابی که اینا داشتن مثل طارق هاشمی که معاون رئیس جمهور بود به ترکیه فرار کرد و به اردن رفت. خود عیاد علوی مدتی رو من میدونم تا 3 یا 4 سال اردن بود، ولی دستجاتی که وجود داشت، یعنی شما از بغداد و مناطق شیعه به پایین تا بصره و اینجاها که برید، هیچ حزب و دسته شیعه مخالف جمهوری اسلامی پیدا نمیکنید. همه رو کشتن، زندانی کردن، باندهای ترور و مافیایی که در این مدت اینا عمل کردن. الان چه قدرتی داره جمهوری اسلامی؟ این گروه ها هستن. ببینید، قدرت نظامی داره، یعنی 8 که اشاره کردی، 8 شبی مجموعه این گروه های مسلحه. در رأسش هم همون بدره و کتائب و اصائب و حرکت و نجبا اینا هست، ولی نزدیک 50 در وزارت کشور عراق و سیستم های امنیتی دست بالا رو دارن. تو ارتش بخش های مهم فرماندهی رو در اختیار دارن. پست های امنیتی همه در اختیار ایناست. این باندهای مافیایی در سراسر عراق مثل اینکه تویول خودشون باشه، غارت میکنن، یعنی بین خودشون غارت میکنن، با هم اختلاف دارن. جمهوری اسلامی نفوذ مذهبی نداره، یعنی حوزه نجف و اینها با ولایت فقیه و خامنه ای مخالفن. این خرجایی هم که میکنه 40 میلیاردها دلار خرج مرمت نمیدونم ذریح امام حسین و اینا میکنه برای اینکه بتونه نفوذ پیدا کنه، ولی نفوذ نداره. در میان مردم هم بخش شیعش هم نفوذ نداره. این هادی عامری در آخرین انتخابات، نه این یکی، قبلی که بود، با 22 هزار رأی رفت مجلس که اونم اکثرش تقلبی بود. خب ببینید، بنابراین میخواستین چه انبنده کنیم بگین تا بنده خدمت. بنابراین یک سیستم جمهوری اسلامی با استفاده از زور و پول با یک اقلیت مسلح و بنیادگرا که با منافع عراق، مردم عراق در تضاد هستن، یک سیستم مافیایی که ضد منافع ملی، فساد برانگیز و غارتگر رو حاکم کرده. مردم هم دقیقا میدونن با کی طرف هم. ببینید آقای دایی، با توضیحات که شما فرمودین، بنابراین
من اول اصلاح بکنم، آنچه که عرض کردم درباره عیاد علاوی نمیدونم، شاید درست نبوده باشه نباشه، و در واقع من تکیم به پژوهش‌های شماست آقای دایی، که نمیدونم عیاد علاوی کجاست، حالا تایتلش عنوانش هرچی باشد. ولی درباره این توضیحات که فرمودین، جمع‌بندی که کردین، میخواستم عرض کنم خدمتون که ما وقتی که اینجوری نگاه میکنیم میبینیم که 16 سال همونطور که من در برنامه مقدمه عرض کردم، یه تعداد معینی از تعداد انگشتای دو دست کمتر بر سرنوشت عراق بعد از صدام حاکم بودن. این به این معنی است که خودش فی نفسه یعنی فساد، یعنی انگار همین آدم ها هستن و نخبه عراقی، سیاستمدار عراقی، کسی که منافع مردم عراق رو بشناسه دیگه وجود نداره. یک دلیلش میتواند این باشد که احزاب واقعی در عراق نیستن، آنچه که هست در واقع به اسم حزب و اینها نمایندگی نمی کنن منافع بخش های مختلف جامعه رو، چه بخش های فقیر جامعه که مثلا فرض کنید مقتدی صدر باید نمایندگیش بکنه، فرض بفرمایید در سائرون و اینها، چه بخش های تکنوکرات جامعه، چه به اصطلاح سرمایه داران و بورژوازی عراق مثلا، که هیچ، ببینید بیشتر ساختار عشیره ایست همچنان، و وقتی که احزاب وجود ندارن، احزاب واقعی وجود ندارن، ما اصلا نمیتونیم درباره آرایش سیاسی اجتماعی جامعه عراق درست نگاه بکنیم که چگونه است این آرایش سیاسی اجتماعی، چگونه است و چگونه خواهد شد. یعنی میخوام اینم که عراق کشوری نیست که فرض کنید چه میدونم مال 200 سال پیش باشه و بشود از طریق عشیره‌ای مثلا ادارش کرد و اینها. چجوری باید نگاه کرد اوضاع رو؟ با لبنان یه مقدار متفاوته، ولی میبینیم از طرف دیگه شما میگین که جمهوری اسلامی نفوذ چندانی در جامعه عراق نداره، خیلی خوب، ولی میبینیم در سیاست عراق حاکم پارلمان عراق همشون طرفدار جمهوری اسلامی هن و همشون، یعنی اکثریتشون، و بعد نخست وزیراشون همشون از دل احزابی میان که در ایران ساخته شده، در جمهوری اسلامی ایران ساخته شده. بعد همینو در حتی لبنان میبینیم، حالا میرسیم به لبنان، امیدوارم برسیم. در لبنان پارلمان لبنان دست کیاس، دست حزب الله، و عمل هر دوشون مال جمهوری اسلامی هن. میدونین حالا کم و بیش حزب الله که روشن، عمل هم که پارلمان عراق دست ایناست، اینا هستن که وزرا رو تحمیل میکنن به نخست وزیر، حتی اگه مستقل بخواد بشه نخست وزیره. بفرمایید، خواهش میکنم. اخیرا که ببینید در همون لبنانی که اشاره کردید، نصف جمعیت لبنان مسیحی هن، نصفشون مسلمان، تو خود مسلمان ها نصفشون شیعن حدود هن، نصفشون سنی هن، درست؟ بنابراین 25% جمعیت شیعیان هن. تو خود اون 25% موقع که رای گیری شد 2018، یعنی پارسال، حزب الله لبنان از 128 کرسی 13 کرسی به دست آورده، 13 کرسی، یعنی 10%. عمل 15 تا کرسی داره، درست؟ یه ذره بیشتر مثلا میشه 11-12، درست؟ ولی همونطور که اشاره کردید، حزب الله میتونه با اسرائیل جنگ را بندازه، لبنان رو وارد جنگ کنه. هیچ رئیس جمهور رو با دستور حزب الله انتخاب کردن. چرا؟ چون زور، یک کلمه. یک بار اینها اومدن یه سیستم مخابراتی حزب الله درست کرد در لبنان که خودش سیم کشیده بود و برخیش رو سیستم مخابراتی، دولت لبنان اعتراض کرد، نیروهای نظامی حزب الله وارد خیابان‌های بیروت شدن، دولت لبنان عقب نشینی کرد. اصلا دولت لبنان، ارتش لبنان ضعیف‌تره، کاری نیست. در زور و پول در عراق، اینطور که اشاره می‌فرمایید کاملا درسته، در رأی اگه بگیریم مجموعه نیروهای حتی شیعه مخالف جمهوری اسلامی، کردها و سنی ها بیشتر اکثریت دارن در عراق، ولی جمهوری اسلامی با ترور، ارعاب، باجگیری، خرج پول، مزدور درست کردن تونسته اینا رو حاکم بکنه. برای همین هر در هر دو کشور خواهان وضع موجوده، چون اگه دموکراسی باشه که آخه قاسم سلیمانی نباید بیا تصمیم بگیره در مورد سرکوب مردم در عراق. مثلا خود همینو که اشاره کردید، یه نمونه اشاره کردید، ویدیو هم هست، اعضای مهم همین هشت شبی، ادب و مهندس، مهدی مهندس، هادی آمری گرفت و قیس خزری و اکرم الکعبی، همه اینا بگیرید، یکی در تلویزیون در ویدیو هست که میگن اگه انتخاب بین ما باشه، جنگ بشه با عراق، ما میریم طرف جمهوری اسلامی. یعنی عراقی نیستن. خب بنابراین اگه دموکراسی باشه در عراق، اینا رو بیرون میکنن، یه مش فاسد دزد، همه اینا فاسدن. همین تو همین
آماری که هست الان میگن بیش از 200 نفر کشته شدن، دورهای قبلی هم به همین ترتیب. اینا به هیچ کی حساب پس نمیدن. این دولت کشور عراق بیش از 4 میلیون بشکه نفت میفروشه، مردمش در فقر و فلاکتن. خب کجا داره میره این پولا؟ همین دزدان سرگردنن که بیشتر وابسته به جمهوری اسلامی. بنابراین در ایران خودمون نگاه کنید، این سیستم مافیایی که یک باندهایی که شما اشاره کردی هیچ کدوم جابجا نمیشن، یکی از تیم میره یکی، اسمشون عوض میشه، اون تندرو، اون کندرو، میانه رو، اصلاح طلب، اصولگران، هم چی همونان یه سیستم هایی هم که مملکت و تویول خودشو میدونن و چون با هم دیگه در جنایت و سرکوب دست داشتن و شریک بودن، هم سهم میخوان، سهم میخوان. بذاریم مشخص، من مخصوصا به چون آنچه که در عراق داره میگذره، درسته که اینا وابسته به جمهوری اسلامی، ولی همونطور که در مقدمه عرض کردم به نظر میاد که برهم ساله. درسته که مال اتحادیه میهنی کردستان عراقه و حزب بزرگ کردی که به جمهوری اسلامی نزدیکه و بارها باش همکاری کرده در مقاطع مختلف، ولی برهم ساله عرض کردم میاد جواب خمینی رو میده، میگه آقا مسئله اصلی ما اونجوری که تو میگی امنیت و فلان، نه مسئله ملی ما، مسئله معیشت، مسئله خواستای واقعی مردمه و فساد و باید باش برخورد کرد. این که راست میگه دروغ میگه نمیدونم فلان، اینا به جای خود، مهم این است که در عرصه واقعی سیاست چه چیزی داره میگذره. یکی موضوع رئیس جمهور عراق، یکی دیگه نکته مهمی رو خواستم عرض کنم درباره مقتدی الصدر. ببینید پارسال، نه سال 95، وقتی که طرفدارای مقتدی الصدر به پارلمان عراق حمله کردن، اشغال کردن پارلمان عراق رو، علیه جمهوری اسلامی شعار میدادن ایران از عراق خارج شو، قاسم سلیمانی ما دست پرورده مقتدی الصدر هستیم، ما طرفدار مقتدی الصدر هستیم. ببینیم حالا برمیگردیم. ببینین این خیلی مهمه، این داستانی که الان نمونه ای شدید این و آقای دایی داشتن اشاره میکردن، میخوام برگردم به همین موضوع که مقتدی الصدر نمیدونم چند بار به ایران سفر کرده در همین از سه سال پیش تا الان، سال 95 تا الان، تازه ترینش همین شهریور امسال بود و باز همین چند روز پیش بعضی ها میگن تمام دو ماه گذشته رو در قم به ویژه بوده و در تهران. حالا با این عکسایی که دیدیم مال دومش بله، مقتدی الصدر اگر به هر حال در ایران بوده باشه و دو سه روز پیش از ایران برگشته باشه، رفته بود ظاهرا برای یک دیدار فوری و کسب تکلیف، و نکته اینجاست که بعد از برگشتن بلافاصله درخواست استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق رو مطرح میکنه، چیزی که جمهوری اسلامی نمیخواد، لااقل نمیخواست. یعنی جمهوری اسلامی آیا فکر میکرده که دولت عراق رفتنی است آقای دایی و آقای مقتدی الصدر رو در واقع بندازه جلو برای اینکه باز پشتش بمونه، پیش بره و سیاست های قبلیش رو به خود ادامه بده، و از زبان مقتدی الصدر در واقع بیاد در ائتلاف با معاون هشت و شعبی و حاج حسین و اینا دیدن و رفتن با همدیگه صحبت کردن و با نتیجه نمیدونم به هر حال شد اینکه مقتدی الصدر بلافاصله بگوید که عادل عبدالمهدی باید استعفا بده. آیا جمهوری اسلامی میخواد اینو، یا اینکه نه مقتدی الصدر ساز عراقی شو داره میزنه در واقع؟ عرض کنم که ببینید، برای اینکه درست وضعیت مقتدی الصدر رو درک بکنیم یه نکته رو اشاره بکنم.
این که ما میگیم جمهوری اسلامی نهاد با میلیشیاهای نظامی در اونجا حرف اول میزنه، میدونید که تمام حرف رو بزنه که نه در لبنان و نه در عراق به طور کامل که حاکم نیست. اگه حاکم بود خب در عراق میگفت آمریکایی‌ها که نزدیک 10,000 نفر هم برن بیرون. در لبنان دست بستگی داره مثل بند باز، یعنی با استفاده از زور و پول باید یه تعادلی رو حفظ بکنه، برای همینم قدرت سرکوبش کمتره. اگه مثل ایران بود که خب بسیج فرستاده بود تا اونجا که بتونن آدم بکشن. دستش بسته است به دلیل اینکه اکثریت جامعه اونجا و نهادها 20% در عراق کردن، 20% سنی، بخش مهمی از شیعیان و به خصوص مرجعیت نجف که بالاخره نفوذی داره با جمهوری اسلامی مخالفن. بنابراین جمهوری اسلامی داره بند بازی میکنه، دستش به طور کامل باز نیست، برای همینم اوضاع عراق براش بسیار خطرناکه. حالا خامنه ای میگه برید سرکوب کنید. برسیم به بعد مقتدا صدر. مقتدا صدر، حالا خانواده صدر، خانواده روحانی صدر که امام موسی صدر رو بگیره، آیت الله صدر رو، کی و کی و کی در قم بودن و خانواده‌شون ریشه‌شون در جبل عامل لبنانه، قدیمی‌ترین خانواده حسن، با خانواده حکیم که همون بدری‌ها و مجلس اعلی اینا بودن، اینا با هم همیشه اختلاف داشتن. بعد از سقوط صدام هم سر سهم خواهی این مختراسر که نوجوان بود و اینها، این سهم بخواست کار جمهوری اسلامی با این مدارا کرده، اینو تحت حمایت هم قرار داده. چرا؟ چون بخش های فقیرنشین شیعیان در عراق مثل شهرک صدر در اونجا این نفوذ داره، جمهوری اسلامی میخواد با حفظ این بتونه اونها رو کنترل بکنه. دست جمهوری اسلامی در رابطه با مقتدا صدر آنقدر باز نیست که مثل مزدورانی مثل قیس خزعلی یا ابو مهدی مهندس باشه، ولی وابسته به جمهوری اسلامی. در مقاطع مختلف هم از طریق همین مقتدا صدر جنبش مردم و هر وقت به جای حساس رسیده به جاده خاکی برده. خب الان فکر میکنید چه وضعیتی خواهد داشت با استعفای عادل عبدالمهدی؟ اولا عادل عبدالمهدی همین نیم ساعت پیش رئیس جمهور عراق گفت ایشون قراره استعفا بده. رویترز گزارش کرده که جمهوری اسلامی مخالفت کرده. خود عادل عبدالمهدی گفته من به شرطی میرم که الان که جانشینم از همین الان مجرد شه. هیچ فایده هم نداره، یعنی رفتن این جمهوری اسلامی از این میترسه که عقب نشینی گام اول رو برداره در مقابل تظاهرات مردم تا ته بره نتونن دیگه. خب شما فکر میکنین سرکوب و به نتیجه اصلا نمیرسه قضیه، یعنی تظاهرات مردم؟ نه، من میگم حتی اگر این بار به جایی نرسه چون راه حل نداره، این تضادی که ما میگیم این باندهای مافیایی چه میشه نتیجه وقتی نماینده های مردم عراق، نماینده واقعی مردم عراق نیستند که همین ها هم که در دولت در 16 سال گذشته بودن، وقتی نماینده های واقعی مردم نیستند چه میشه سرنوشت عراق؟ خب همینو میگم، این بنبست، این بنبست چه در عراق و چه در لبنان که بالاخره این باندهایی که حاکمه نماینده مردم نیستن، مردم هم مشکلات دارن، هی هم تظاهرات میکنن. اگه شما منحنی این تظاهرات نیا کنید، هر بار حالا مردم به خونه هاشون برن سرکوب بشن، دفعه بعد گسترده تر، رادیکال تر و جدی تر مردم، شعاراشون هم کل ضد حکومت کامل، یعنی هر بار این آتش فشان داره شعله ورتر میشه تا به یه جایی میرسه. یا باید این کلاف بارشه، من خیلی امیدوارم جمهوری اسلامی در یکی از این کشورها، ببینید هیچ کشوری در روی کره خاکی وجود نداره که نسبت به درآمدش و اندازه و قدش اینقدر در کشورهای دیگه دخالت نظامی بکنه و خرج بکنه. سرنوشت خودشو گره زده، براش بسیار مهمه. این کلاف ممکنه از عراق یا لبنان باز بشه که تا خود تهران بره برای جمهوری اسلامی خطرناکه از دست دادن عراق. بنابراین جمهوری اسلامی براش بسیار خطرناکه. اگه این بار هم به نتیجه نرسه این تضاد تعمیق خواهد شد، چون با این سیستم راه حل نداره. این سیستم هم از یک جا کلافش باز شد دیگه غیر قابل کنترله. مردم وقتی حکومت عقب نشینی کنه دیگه نمیگن که عادل عبدالمهدی بره، نمیدونم معاون سابق نوری المالکی بیاد، که تمام مردم برای چی حمله میکنن آتش میزنن دفاتر اینا رو؟ مردم خوب میشناسن، ممکنه ما تو رسانه‌های فارسی نبینیم، اگه به رسانه‌های عربی، عراقی و اونایی که کارشناسان که تو مسائل هستن و گزارش میدن نگاه کنیم، خشم مردم ببینیم، یک آتش فشانه جمهوری اسلامی واقعا. خب با وجود این وضعیت نظامی، مزدوران دستجات نظامی که بسیاران قدرت دارن البته در عراق، و با وجود حزب الله به ویژه و عمل در مرحله دوم در لبنان، ما باید بیشترین احتمال رو جنگ داخلی بدیم، چون مردم اگه عقب نشینن خب جنگ داخلی میشه به ویژه در عراق. و دو دقیقه هم بیشتر کمتر از دو دقیقه فرصت داریم. ببینید در حزب الله لبنان 15,000 نیرو داره،
اینکه سوریه تونست اینا فاطمی اونو زینبی اونو هم چی چیو ببرن، برای اینکه خود بشار اسد که رئیس جمهور بود اینا خواست که برین، اونام دیگه تونستن هر چی برن آدم بکشن با حمایت پوتین. در لبنان که اینطوری نخواهد در بودش. عراق چی؟ یک دقیقه وقت در عراق هم نمیتونن هم چی کاری بکنن. دست جمهوری اسلامی برای سرکوب باز بود، دفعه قبل هم کشته بود. نمیتونن سرکوب، نمیتونن مثل سوریه یا در داخل ایران بکنن. نه سیستمشو دارن، سیستم بسیج در ایران مثل سرکوب رو به اون حد ندارن، امکان نداره داشته باشن، و هم نظر سیاسی مردمی مسئله بین المللی که آمریکا اونجا هست، کردها و سنی‌ها یک باروته، میتونه منفجر بشه. برای جمهوری اسلامی مسئله کردستان حیاتیه. اوضاع علاقه دستش در بره برای جمهوری اسلامی خطرناکه. بنابراین قدرت سرکوب نداره. این تضاد با این وضعیت قابل حل شدنی. جمهوری اسلامی هیچ راهی در عراق نداره. بسیار سپاسگزارم. آقای حسن دایی، پژوهشگر روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران. ممنونم آقای دایی که امشب صفحه آخر هم مزاحمتون شدیم. امیدوارم که خدا به خیر بگذرونه خلاصه در عراق و اون نتیجه که شما پیش بینی میکنید حاصل بشود، و به هر حال این تروریسمی که از جمهوری اسلامی ایران به ویژه شروع شده و تمام منطقه رو گرفته و در مقابلش بعداً گروه های سنی تروریست به وجود آمد و تا امروز منطقه رو با آتیش کشیدن، از بین برود. شبتون بخیر. بنده خیلی سخنرانی فرمودم، بریم پرده آخر. پیغمبر باشد یا علی نماز اصل نخوندی ما خزبه هم افتاب رفت کار ما قد بکنی همون سر شما تو دومن من و خواب من میگم خوشو باشو میخوام نماز بخونم، علی که این کار رو نمی کنم. پیغمبر علی ادبش که نمی کنم این کارا که من پاشو آقا جون پاشو آقا بشون درستش میکنم. پیغمبر پاشو دیگه گفت چکار میکنی فهم پاشو بشی؟ اوی خورشید بله قربان بله مولای من. گفت امامت که؟ گفت شما. گفت خدا گفته کی بر تو ولایت داشته باشد؟ گفت شما را خدا گفته از ولی منی. گفت من بهت میگم برگرد واسه اینجا وقت نماز عصر بخونم و بعد برو. گفت چشم مولای من. خورشید و برگردند و ورد نگرداش اونجایی که وقت نماز عصر است، نماز و خون فهمون حالا میخوای بری برو. شب و روزگار خوش.